بابا خان هستم و اوزا سری بر بالا ما را نظر کن جواب. این بار خیلی بدون مقدمه از همین ابتدا شروع کنیم. اول در مورد دیشب بهتون بگم یه اتفاقی افتاد، واقعا دلم نمیاد بدون شما تحلیل و بررسیش کنم. دیشب ساعت 2:30 شب بود که ما رفتیم دم یک دکه کنار یک پارک. به هر حال هر موقع از شبانه روز شاید آدم یک چیزی نیازش بشه که بخواد بره دم در یک مغازه، اما خب کارت با همون نبود، ولی خب موبایل با همون بود که از طرف شماره کارت بگیریم و به حسابش بزنیم دیگه. به هر حال ما هم طرفدار دولت الکترونیک هستیم و خواستیم از این آپشنایی که به هر حال تکنولوژی در اختیارمون قرار داده یکمی استفاده کنیم دیگه. تا اینجاش درست؟ دکه اشتباهی انتخاب کردیم برای این کار. وارد شدیم به پارک، رفتیم دم دکه، اون چیزی رو که میخواستیم رو گرفتیم، گفتیم استاد شماره حسابتو بده بزنیم تو حسابت. گفت اینها نوشته. گفتم دمت گرم، چه قشنگ. اون چیزی که ما میخواستیم شده بود 15,000 تومان. اوکی. یه بار زدیم به حسابش، او اسمس نیومده، منتظر موندیم، گفت هنوز اسمس نیومده. دیدم خیلی دارم بیشتر از 15,000 تومان وقت میذارم برای این کار. خب یه بار دیگه زدیم حسابش، گفتم شاید اسمسش میاد. گفت نه هنوز اسمسش نیومده. گفتم خب نگاه بکن اسمسش برام مو اومده. حتی شما گوشیم هم که ببینی میبینی که 15,000 تومان به 2 دفعه وارد حسابت شده. گفت نه، تا اسمس نیاد یعنی وارد حسابم نشده. این کار ما 3 بار 4 بار انجام دادیم، یعنی واسه 15,000 تومان نزدیک 80 تا 90,000 تومان ما زدیم تو حساب طرف و نیومد. هی زدیم و نیومد، یعنی همون عملیات رو اگر مستقیم انجام میدادیم به نفت میرسیدیم، ولی واسه طرف اسمس نیومد. تمام اینا رو گفتم که اعتقادش به اسمس و اعتمادش به تمام سیستم بانکی ایران واقعا مثال زدنی بود. یعنی شما نکن تو سوپرمارکت ها ماکارونی نیست، روغن نیست، تخم مرغ نیست، هیچی نیست. یعنی طرف 3,000 میلیارد تومان میدزده، 1 سال بعد میفهمن، ولی طرف تو دکه میگفت امکان نداره اسمس نیاد. یعنی اگر 100 تومن هم بیاد تو حساب ما اسمسش حتما میاد. تا این دوستمون اینطوری به دولت اعتماد داره فکر نکنم. خلاصه بعد از اینکه اعتماد و اعتبارش رو به سیستم بانکی دیدم، واقعا به حال خودم خبط خوردم. گفتم حتما باید دنبال یک انسان بگردم که در حدی که این دکه دار به سیستم بانکی اعتماد داره بهمون اعتماد داشته باشه. حتی آخرش هم گفتم بذار مغازه رو به آتش بکشم، چون بهم نداده. گفت چون اسمسش نمیاد. 90,000 تومان زدم حسابش، آخرم اون چیزی رو که میخواستم بهم نداد، بچه ها نذاشتم به دعوا بیانجامد. گفتم خب بذار زنگ بزنم پلیس بیاد. یکی از بچه ها گفت به پلیس میخوای چی توضیح بدی؟ یعنی مثلا فکر کن ساعت بگی آقا بیا ساعت 3-4 صبح ما اومدیم دم یه دکه، 4 نخ سیگار به ما نمیده، پولمون هم برداشته، هیچ کاری نمیکنه. مأمور که جدید نمیگیره هیچی، اول میاد از خودت یک تست اعتیاد میگیره ببینم رو چی هستی که ساعت 3-4 صبح واقعا نیازمند 4 نخ شدی و داری 90,000 تومان پول به پاش میدی. گفتیم بابا صلوات بفرست بریم. اما خب میدونی ما که نمیتونیم از بحث زیاد دور شیم. امروز یه گلپسری رو پیدا کردم که تو اینستاگرام محتوا میسازه، یعنی تولید محتوا میکنه، و اولین چیزی رو که میخوایم با هم نگاه کنیم میگه دوستان اینستاگرامی مخاطبهاش واسه چالش گذاشتن زنگ بزن به دوستت بهش بگو بهش کراش داری. حالا این در مورد این کراش داشتن یکم صحبت میکنیم، اما اول بریم با هم دیگه ویدیو رو ببینیم که آقا چی کوروشینگ اینو ساخته، یکی از گلبزرهای خوب تولید محتوای اینستاگرام. چرا میخندین؟ چرا جدی دارم بهت میگم؟ اوکی امیدوارم که نرینه به گفتم خوب پسریه. الو الو سلام، خوبی هم سلام. چه خبر؟ خبر خیلی. چه خبر؟ چه کارو میکنی؟ هستم. خب اول بگم کراش داشتن به چه منظوره.
هنوز خودم زیاد متوجه نشدم، چون به هر حال از یک نسل دیگه اومده و ما از نسلی گذر کردیم که به اینجا رسیدیم، به خاطر همین واژه‌ای که راشد بین ما زیان جان افتاده باشه. هر جوری هم خواستم بین فرهنگ لغات سبک زندگی بخوام جاش بندازم، دیدم نه جا نمیشه، چون که به هر حال یک چیزیه که به دردمون نمیخوره. مثل که کراش حالتیه که تو از فرد مقابل خوشت اومده دیگه. اوکی، قبلا میرفتی میگی میای با هم بریم تو رابطه، یا مثلا میای با هم بریم دکتر بازی، الان دیگه مثلا میای رود هم کراش دارم. اوکی، اما خب اینا دوتا دوستم با هم میدارن صحبت میکنن، ولی هر روز خبری نیست. به عنوان دوتا دوست اجتماعی معمولی به هم دیگه زنگ زدم و میخواد بهش بگه کراش دارم بود. خب من حقیقتا یه چیزی میخواستم بهت بگم، سعی بگم. خب یه دور استرس هم دارم. چی شده؟ خواستم بهت بگم که من چند وقت هست، خب میدونی مثلا چند وقتی که من رو تو کراش زدم حقیقتا. خب وای سی سی، وای که روش کراش زده. اما بذار حرف دختر رو بشنویم. خواستم بهت بگم این موضوع رو، خیلی جلو خودم رو گرفت. وای میدونی چیه نیازشه؟ بخوای حقیقتا منم میخواستم یه مدت این موضوع رو بهت بگم که منم بود کراشم. اوکی، پس جواب رو دیدین، سوال رو هم دیدین و این سیچویشنی شد که ما داریم. دوستان چرا بعضی از مراحل اینجا هست شده؟ یعنی خب به هر حال زمان ما خیلی سخت‌تر بود. الان کراش دقیقاً کدوم مرحله است؟ یعنی میگن دو نفر با هم آشنا میشن، بعد من بیشتر آشنا میشن، بعد به اینجا میرسه که میگه سلام، اون میگه سلام، تو میگه خوبی، اون میگه خوبم، میگم خب چه خبر، میگه هیچی، میگم بیکاری، میگه خب آره چطور، میگم بریم بیرون. اوکی، بعدی که رفتم بیرون با هم دیگه بیشتر آشنا شدن، بعد بریم خونه. البته خب اینجا مرحله کافی شاپ رو جا گذاشتیم، میگم مراحل زیادیه اوکی که به یک مقصد برسه کشتی. کراش کدوم مرحله است؟ یعنی الان مثلا به یه نفر بگی رود کراش دارم، طرفم بگه منم رود کراش دارم، از کجا این مرحله شروع میشه؟ به قبل از کافی شاپ، بعد از کافی شاپ، تو خونه است، بعد از خونه است؟ چون واقعا نمیدونم. اگر همون معنی دوست داشتن رو میده دیگه چه کاریه کراش باش رو بندازی به سر. اگر معنای پایین تر از دوست داشتن رو میده که دمتون گرم، واقعا به نسل شما باید افتخار کرد، چون به هر حال خود کلمه دوست داشتن هم بار سنگینی رو توی رابطه میذاره به سر. خیلی عادی فکر کن موقعی که بگی رود کراش دارم، مثلا فردا میگی خب رود کراش ندارم، مثلا کراشم رفت، از رو تو پرید افتاد روی نفر دیگه، چون قاعدتاً چیزی که موقعی که بیفته خیلی راحت همیشه بلند شه و جای دیگه بیفته. به هر حال واقعاً واژه‌ای بود که این صنعت بهش نیاز داشت، چون که روابط ایرانی از یک کلمه ازت خوشم اومده شروع میشد، بعدش میرفت که دوستت دارم، و بعدش به این که عاشقتم. واقعاً کلمات سنگین بود، نمیشد پا پس کشید، چون که یه روز میگفت تو که بهم گفتی دوستت دارم. اما خب اگر بگی کراش دارم، فردا هم میتونی بگی کراش دیگه ندارم، روی نفر دیگه کراش دارم. ما خیلی چیزا رو از دست دادیم، یعنی این میدونی خیلی سختی میکشیدیم تا به یه جایی برسیم. الان مثلا زنگ میزنیم میگی رود کراش دارم، منم رود کراش دارم. نه اینطوری نبود، واقعا اینطوری هم نخواهد بود. اما خب به همین جا که خط نمیشه، حتما از این گل پسر یه چیزای دیگه هم دیدم، میدونی اون رو با هم ببینیم. به مادرش زنگ میزنه و میگه دوست دخترم حامله است. شوخیش هم جالب نیست اصلا. ما دوست ندارم که ولش کن، بذار بریم کلیپو ببینیم. بله مامان جان، مامان الان زنگ زد. خب میتونی صبح الان زنگ زد، بعد گفت که من ازت حامله شدم، داشت گریه میکرد. قبل از این یه سیچویشن دیگه، ما همیشه ذهنم فراره و فرار میکنه سر یه موضوعات دیگه. قبل از این که اصلا این به مادرش بگه من عذرخواهی میکنم دوست دخترم حامله است، خیلی راحت اصلا مادر میدونست که ایشون دوست دختر داره. تا
همینجاش این لاکه، تا همینجاش برای خانواده ایرانی اصلا قفل فرمون روش زده. بعد تو میخوای پاتو بذاری فراتر، میشه پاتو بذاری فراتر ببینیم چه اتفاقی میفته؟ مامان، مامانش به مامان مامانش بفهمه پدرمو در میاره. خب حالا آروم باش، حالا اتفاقی که افتاده بشه که مامان میگم حامله شده. به مادرش زنگ زده میگه دوست دخترم حامله است. میگه اتفاقی که میفته، اتفاقیه که میفته. مادر کین همه اوپنه، مادر کین همه اوپن ماینده، طوری بهتره بگم واقعا به هر حال حاملگی اتفاقی که میفته دیگه. نمیدونم به هر حال ایشون باید پاشو به کجا بذاره که گفتم ویدیو 4 میلیون ویو خورده، چون واقعا یک فیلم غیر واقعی اکشنه تو ژانر خودش، میتونه ترسناک هم باشه، چون به هر حال خودم رو میگم نکنین با این ابعاد و این سایز خدا نکنه همچین اتفاقی بیفته، چون ایشون بچه بازار نیست. میدونی به شوخی تو میگیری، ولی اگر یک روز تو مسیرش بیفتی به این شوخی ها ناراحتت میکنه از ادامه زندگی. بیا یه جوری با هم دیگه صحبت کنیم که اگر این اتفاق برای ما افتاده بود، اول کشور رو ترک میکردم به مقصد کشورهای همسایه، دوم اصلا ما اون شخص رو نمیشناسم که بخوام به مادرم زنگ بزنم بگم فلانی رو میشناسی، سوم از اونجا یعنی کشورهای دوست همسایه با دوستان خودم هماهنگ میکردم که به خانواده بگن رفته یه چند سال دیگه میاد. اوکی؟ من اصلا کاری که شده حالا سب کومش بگو الان گریه کنه چیز کنه که مامانش بسر شک میکنه میفهمه که بهش بگو اصلا استرس نداشته باشه، آروم باشه تا یه فکر کنیم ببینیم چی کار هست که بکنین. مگه چند تا کار میشه بکنی؟ یا میشه رفت یا میشه اومد دیگه، کار دیگه که نمیشه کرد. با خیلی میترسم حقیقتا. خب چطور این اتفاق افتاد؟ لک ها توی کوچه بودن، ما رو دیدن، بهمون گفتن یه بچه نمیخواین، گفتیم آره، لک روی دوست دختر ما رو بوس کرد، حامله شدیم به همین راحتی. میدونی فصل بهاره، خب بعدش گیاه ها گردفشانی میکنن هم گردش. بذار نپذیرم، بذار ازت نپذیرم که الان آقا واقعا بعضی چیزها رو آدم تو اینترنت میبینه باور که نمیکنه هیچ، توش هم میره. بله، یه نفس عمیق کشیدیم از پای بودن مادر استاد، به هر حال خدا قسمت کنه همچین مادرهایی رو، سایش از سرتون کم نشه. به هر حال برو ببینم چی کار میکنی، برو ببینم. از این شوخی بود میدونی؟ اگه رفت تو به دوستت، یکی از دوستات به صورت رندوم پسر زنگ میزنی و بهش میگی روش کراش، اوکیه؟ من هنوز نفهمیدم، میخوای یکم اخواخه واجه چون انگلیسیه، خب کراش او روش فارسیه و اصلا مناسب نیست که واژه‌ای در اون جایگاه روی کسی باشه و اون زیر اون کلمه باشه. مثلا وقتی روی یکی کراش داری، اون کراش یعنی اون شخص زیر کراشت دیگه، تو کراشت روشه، اون زیرشه، اون کلمه قشنگی نمیتونه باشه، حداقل در فرهنگ ما. اگه رفت تو تا آخر ویدیو با صدای کلوف صحبت دوستان تو انداز خوبی هم نیستینا، بعد همین کراش میکنید بعد بندازتون قوی باشه دیگه، یه مداد رو نمیتونیم بندازین تو سوراخ، بعد میخواییم کراش رو بندازین روش. خیلی داریم دیپ صحبت میکنیم، چون ما میگم هیچ وقت دوست ندارم شخصیت کسی رو به سخره بگیرم، دوست دارم اوکی این تا اینجا اوکیه. چی بود ما نگاه کردیم؟ میخواستیم یکم با کلمه کراش بیشتر آشنا شیم،
خیلی برامون عجیب بود که گفت مادر دوست دخترمو حامله کردم. گفت مادر اتفاقی که میفته مادر هر روز یه اتفاق، اینم یه اتفاق دیگه، انگار کفتر رو دریده اینم حامله شده. چیز اتفاق خاصی نیست که داشت یادمون میرفت، اما نه بابا ساب و بزن، کامنت و بذار، زنگوله رو بزن، دیگه دیگه دست دست دیو.